MQ-1C، RQ-170، هرمس، شادو 200 و اسکن ایگل را یادت هست؟ پرنده های بدون سرنشین، رادارگوریز و استراتژیک امریکا و اسرائیل. چه قوقایی به پا شد وقتی به دام ما افتادند. حالا بیا با هم ایرانیش را ببینیم. دنیایی است، دنیای پهپادها، بدون سرنشین هایی که در رزم های امروزه حرفی برای گفتن دارند. بدون قدرت زندگی صلح‌آمیز ممکن نیست. پرنده هایی که هم مراقبت می کنند، هم شناسایی می کنند و هم جانانه می جنگند. جهاد در حوزه تحقیقات و تولید تسلیحات. مدیریت جهادی یعنی این. ایران حالا در طراحی و ساخت برخی از این پرنده ها حرف نخست را در جهان می زند. کارهایی که در بخش هواپیمای بدون سرنشین پنهانکار در بخش بمب‌افکن ها انجام دادیم، ما همتر از امریکایی نیستیم، امریکایی همتر از ما هست. امریکا و اسرائیل با همه ادعایی که دارند بارها پرنده های بدون سرنشین استراتژیک خود را در دام سپاهیان اسلام گرفتار دیدند، اما تا کنون خبری از اسارت پهپادهای ایرانی نشنیده اید. این یعنی نهراسیدن از تهدیدها، این یعنی لبخند به فرصتها، این یعنی پرچم ایران در ساخت پهپاد بر بلندای قله فناوری افراشته شده است. پهپاد وضعیتی پیدا کرده که به طور قطع همتراز توان موشکی است. اینا همه تهدیدات بوده، تهدیدات دشمن. با آنچه که سمت راست میبینید فرصت هاست و امریکایی ها امروز هزینه همسایگی با ما رو پرداخت کردن. MQ-1C که اسیر شد، متخصصان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر و بمش را به هم ریختند و شاهد 129 را ساختند. پهپادی کاملا بومی و کارآمدتر از جنس امریکایی آن. شاهد حالا شاهد تمام تحرکات دشمنان در جای جای مرزهای ایران اسلامی است و هر کسی را که چشم طمع به ایران ما داشته باشد مقتدرانه نابود می کند. تبدیل تهدید به فرصت با درایت فرمانده معظم کل‌القوا حد اکثری از قدرت رو فراهم کردن که این قدرت فقط در حوزه دفاع نیست. آنچه که دارید میبینید، لمس میکنید، ملت شریف ایران دارن لمس میکنن، این امنیت نتیجه قدرت ایرانه. RQ-170 حیثیتی از امریکا برد. رادار گریزی که طراحان آن قسم خورده بودند به دام نمیافتد، اما آن هم گرفتار شد. به سرعت تمام اطلاعات آن روی میز دانشمندان سپاه قرار گرفت. مهندسی ساخت RQ-170 هم کلید خورد، با این تفاوت که باید کاملا بومی و بر اساس خواسته های ما باشد. RQ-170 امریکایی شده سیمرغ ایرانی. حالا سیمرغ هم سربازی قدرتمند برای امنیت ایران شده است. قدرت ایران قدرت دفاعی و تهاجمی است. اگر مورد تعرض قرار گرفت، هیچ چاره‌ای غیر از له کردن طرف مقابل در اختیار ندارد. هرمس سرنگون شد. جاسوس صهیونیست‌ها باور نمی‌کردند تا تصویر بیجان او را دیدند. هرمس هم ایرانیش ساخته شد با فناوری متفاوت و در خانواده شاهد قرار گرفت. اسکن ایگل و ریون هم پهپادهای شناسایی به دام افتاده دیگر بودند که حالا ایرانیش نام کاوش و کلاغ به خود گرفته است. اما جدیدترین و مهمترین پهپاد ایرانی ما. در وصف سائقه فقط میتوان گفت معادلات جنگ را به راحتی تغییر میدهد. در فواصل دور میتواند 4 نقطه را بره بمباران بکنه، دقیق با بمب‌های هوشمند نقطه زن و سالم برگرده بیاد. ما گمان کردیم اینجا شهر پهپاد هاست. نه، اینجا که نمایشگاه کوچیکه، شهر پهپاد ها جای دیگه ایه. بله.
نمایشگاه تبدیل تهدید به فرصت میهمانش دریابان شمخانی بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی. حتما این نقطه قابل اتکا آسایش، آرامش، دفع تهدید و تضمین امنیت رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده. به همین دلیل باید روی صندلی ها لم داد، تبسم کرد و درود فرستاد شهدای انقلاب و جنگ. حالا جهان خوب می داند که ایرانی اگر بخواهد هر تهدیدی را می تواند به فرصت تبدیل کند. ایمان مراتی، خبرگزاری صدا و سیما، جایی که نمی توان گفت کجاست؟